عناوین اصلی: هشدار جدی سخنگوی وزارت خارجه ایران به ارمنستان و آذربایجان. واکنش منفی گسترده به درخواست یک امام جمعه برای برخورد با بدحجابان. و عیسی کلانتری: به ما هشدار دادند پرونده فعالان محیط زیست به شما ربطی ندارد، حق دخالت ندارید. به کیوسک امروز خوش آمدید. سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه گفت که هر گونه تعرض به خاک ایران غیر قابل تحمل است و در این زمینه به کشورهای آذربایجان و ارمنستان هشدار جدی می دهیم که مراقبت لازم را به عمل آورند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید خطیب‌زاده که روز شنبه 12 مهر ماه در یک نشست خبری سخن می گفت، تأکید کرد که ایران تحرکات در مناطق مرزی را رصد می کند و خواستار توقف درگیری ها و آغاز گفتگوهای جدی و زماندار است. روز جمعه رسانه ها گزارش دادند که به دنبال گسترش جنگ در منطقه ناگورنوی قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دست کم 20 خمپاره متعلق به طرفهای درگیر در این منازعه به نزدیکی روستاهای مرزی ایران برخورد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این خمپاره ها به مناطق مرزی و حاشیه رود ارس و روستاهای مرزی شهرستان اسلاندوز اصابت کرده است و بر اثر آن یک کودک بر اثر جراحات به بیمارستان منتقل شده و 6 واحد مسکونی نیز تخریب شده است. خبرگزاری مهر امروز هم ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد مزارع اطراف اسلاندوز دچار آتش سوزی گسترده ناشی از برخورد خمپاره ها شدند. روز چهارشنبه هم گزارش شد که 3 راکت خمپاره به روستای محمد صالحلو در شهرستان خدافرین برخورد کرده است. در همین حال در تازه ترین اظهار نظر پیرامون جنگ قره‌باغ، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان اشغال مناطقی از این کشور توسط ارمنستان را عامل اصلی بروز بحران جاری دانست و گفت ارمنستان به دنبال صلح نیست. او که با شبکه خبری الجزیره گفتگو می‌کرد، خواستار فشار میانجیگران به ارمنستان برای اجرای بیانیه‌های سال 1993 سازمان ملل شد که از ارمنستان خواستار عقب نشینی سریع از مناطق اشغال شده بود. او تأکید کرده است که دولت آذربایجان برای حل این مشکل نمی‌تواند 30 سال دیگر منتظر بماند و مشکل باید اکنون حل شود. اختلاف ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ از زمان فروپاشی اتحاد شوروی آغاز شد و در جنگ‌های شدید بین سال‌های 1991 تا 1994 در این منطقه بیش از 30,000 نفر کشته شدند. این منطقه که اکثریت جمعیت آن ارمنی تبار هستند، یک بخش مستقل در داخل قلمرو جمهوری آذربایجان است، ولی استقلال آن هیچگاه از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. آقای علیوف همچنین حضور نیروهای سوری در جنگ با ارمنستان را تکذیب کرده است. پیش از این دولت ارمنستان اعلام کرده بود که دولت ترکیه برای حمایت از آذربایجان اقدام به اعزام مزدوران سوری به جنگ کرده است. علاوه بر این، 2 منبع گروه‌های شبه نظامی در سوریه به خبرگزاری رویترز گفته بودند ترکیه برای حمایت از آذربایجان شماری از جنگجویان را از سوریه به منطقه قره‌باغ اعزام کرده است. ایران و روسیه نیز در روزهای گذشته از حضور جنگجویان سوری و لیبیایی در درگیری‌های این منطقه ابراز نگرانی کرده بودند. دولت ترکیه در روزهای اخیر بارها اعلام کرده به هر شکلی که ضروری باشد از جمهوری آذربایجان حمایت خواهد کرد، ولی اعزام مزدوران سوری را تکذیب کرده است. روز 10 مهر ماه امانوئل مکرون، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری فرانسه، روسیه و آمریکا در بیانیه مشترکی خواستار توقف درگیری و برقراری صلح در این منطقه شدند. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 11 مهر ماه مخالفت خود را با مشارکت دولت‌های روسیه، فرانسه و آمریکا در حل این بحران اعلام کرد و گفت این کشورها حدود 30 سال این مشکل را نادیده گرفتند و اکنون مشارکت آنها در یافتن راه حلی برای این بحران
غیر قابل پذیرش است. در جریان جنگ فعلی بین آذربایجان و ارمنستان، دولت آذربایجان تلفات نظامی خود را اعلام نکرده، ولی میگوید تا کنون 19 غیر نظامی کشته و 55 نفر دیگر مجروح شدند. دولت محلی ناحیه ناگورنو-قره‌باغ نیز اعلام کرده که حداقل 103 پرسنل نظامی این ناحیه کشته و 200 نفر هم مجروح شدند. مقام های این منطقه همچنین تلفات غیر نظامیان را نیز 11 کشته و 60 مجروح اعلام کرده. اظهارات دو امام جمعه برای ناامن کردن فضا برای کسانی که به گفته آنها حجاب را رعایت نمی کنند بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان که سابقه طولانی در درخواست برای برخورد با بدحجابی دارد، روز جمعه 11 مهر ماه در دیدار با مسئولان نظامی و امنیتی خواستار ناامن شدن فضا برای بدحجابان شد. او گفت برخی از افراد کشف حجاب می کنند و نیروی انتظامی باید اختیارات بیشتری برای برخورد با آنها داشته باشد. همزمان ابوالقاسم یعقوبی، امام جمعه شهرستان بجنورد نیز در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت بدحجابی یک ویروس خطرناک است و باید ناجا زندگی بدحجابان را ناامن کند. اظهارات این افراد به ویژه امام جمعه اصفهان درباره ناامن کردن فضا برای افراد بدحجاب برای بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآور ماجرای اسید پاشی به زنان در اصفهان بود که سال 93 رخ داد. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با اشاره به این رویداد نوشت که در صورت ارتکاب هر گونه اقدام خودسرانه علیه زنان، امام جمعه اصفهان باید پاسخگو باشد. بسیاری از کاربران نیز با انتشار تصاویری از قربانیان اسیدپاشی در شهر اصفهان به شدت از سخنان امام جمعه اصفهان انتقاد کردند و خواستار نفی خشونت علیه زنان شدند. مهر ماه سال 97 پس از اینکه برخی از چهره‌های مذهبی در شهر اصفهان از جمله محمد تقی رهبر، امام جمعه موقت این شهر، خواستار برخورد با بدحجابان شدند، چند موتور سوار در سطح شهر اقدام به اسیدپاشی روی صورت دختران و زنان کردند. آقای رهبر پس از وقوع این اتفاقات اسیدپاشی را محکوم کرد و گفت این گونه کارها در قانون و شرع هیچ مجوزی ندارد، ولی توالی این رویدادها باعث شد که نام او در کنار این حوادث ثبت شود. وقوع این اتفاق منجر به برگزاری تجمعات اعتراضی در شهر اصفهان شد. از آن زمان تا کنون مسئولان قضایی و امنیتی از پیگیری این پرونده و تلاش برای دستگیری متهمان آن صحبت کردند، ولی تیر ماه سال 97 وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان از مخدوم شدن این پرونده بدون پیدا کردن متهم یا متهمان آن خبر داد و گفت دیه قربانیان این حادثه از صندوق دیه بیت المال با حکم دادگاه پرداخت شده است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، در ارتباط با فعالان محیط زیست زندانی گفت که نهادهای امنیتی حکومت به ما هشدار دادند که حق ندارید در پرونده فعالان محیط زیست دخالت کنید. کلانتری در مصاحبه با روزنامه آرمان ملی وابسته به اصلاح طلبان گفت اجازه ورود به پرونده فعالان محیط زیست زندانی را ندارید. بهتر است در کار ما دخالت نکنید. اینها جاسوس هستند. او در ادامه گفت وقتی آنها به ما میگویند این افراد جاسوس هستند، حتما دلیل و مستنداتی دارند که در حوزه محیط زیست نیست و ما از آنها بی اطلاع هستیم. این در حالی است که کلانتری پیش از این چند بار گفته بود که هیچ مدرکی درباره جاسوسی فعالان محیط زیست زندانی وجود ندارد. آنها باید آزاد شوند. وزارت اطلاعات نیز در این باره اعلام کرده بود که این افراد جاسوس نیستند و مرتکب هیچ جرمی نشدند. وزیر اطلاعات دولت روحانی نیز در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرده است این وزارتخانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشت شده نیافته است. امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، سام رجبی، مراد تاهباز، عبدالرضا کوهپایه به همراه کاووس سید امامی سال 96 بازداشت شدند. کاووس سید امامی در زندان جان باخت و مقامات قوه قضایی دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند. 8 فعال محیط زیست زندانی جمعاً به 58 سال زندان محکوم شدند.
در سالهای اخیر حکومت ایران فعالان محیط زیستی بسیاری توسط سپاه پاسداران به شکل دست جمعی بازداشت و زندانی شدند و مراجع قضایی حکومت اتهام بیشتر آنها را جاسوسی برای دولت بیگانه اعلام کردند.